سلام و درود بر تمام رفقای عزیزم. انشاءالله که همگیتون خوب و خوش باشید و روزگار در وفق مراد همگی باشید. من امروز خیلی خواستم صحبت‌های دیگه‌ای بکنم، ولی چون این روزه به دوستم خسرو شکیب هر چی زنگ می‌زنم تلفنشون بسته است، نگران شدم، حتی ویدیویی هم نداد بیرون. رفیق 50 ساله است، دلم گرفت، به هر کجا زنگ زدم آقا شماره برادرش رو من بدیم و شماره سهراب شکیب، فرامرز شکیب، نقدر کسی که نتونست جواب بده. در هر صورت من آرزو سلامتیش رو دارم، ایشالله که اگر در بیمارستان رو نتون صحبت کنه، اگر در هر جایی هست به زودی برگرده خونش. این یه وطن پرست واقعیه، عشقش به میهنش، ایرانش و پرچم شیر خورشیدش خیلی وفاداره، عاشق شاهزاده است. در هر صورت بعض وقتا دلام میگیره دیگه، من خیلی دوستامو از دست دادم تو این مدت. شهرام کاشانی زاده، شهرام کاشانی پسرم و تمام خواننده هایی که میونمون رفتن، این همه دوست های خوب بودن، ولی نه، زندگی باید جنگید، مقاومت کرد و باید پیروز شد برای عشق به وطن، نباید ناله کرد. از حادثه جهان زاینده مترس، یعنی دنیایی که هر لحظه در حال تغییره، اصلا کنترلش هم دست شما نیست. از حادثه جهان زاینده مترس، از هر چه رسد چونیست پاینده مترس. این یک دم عمر را غنیمت میدان، بر رفته میندیش و از آینده مترس. در هر صورت من واقعا دوباره صحبت‌های داریوش رو گوش دادم و واقعا دیدم به چه عظمتی صحبت کرده و چقدر با اصالت و به تاریخ و سنت ایرانی بیان کرده. به خودم میبالم، اینا فرزندان هتل میامی هم، رشدشون در سطح بالاست، کلامشون در حد کلام الله است. من مردم میخوام دوباره صحبتهای داریوش رو گوش کنیم. ببینین این فردی که ماها زحمت شکشتیم و الان موفقه با خانوادهش و زندگیش، همه ماها خوشحالیم، داره میاد برای ملتش حرفای جالبی میزنه که واقعا میشه گفت براو. دلم میخواد گوش کنیم به حرفاش،
و این اسطوره جاویدانی ما عشق وطن تو خونش ولوله داره میکنه و باید تمام خواننده ها اینا که اسطوره هستن از این سرمشق بگیرن و پیام های بسیار زیبایی رو بدن و ملت رو آگاه کن. این موزیک پر از قدرت، پر از اصالت و انشالله بتونیم این غم و اندوه ها رو ازبین ببریم و بتونیم با موزیک و پروژه اولمپیک آفت موزیک باتل آفت آیدرز بتونیم تو دنیا بدرخشیم و خدمتی برای هنرمندان جوان ایرانی بکنیم، مخصوصا اسطوره هامون. The biggest prize $10 million live stream, the first Olympic of music. Battle of the Idols. نمیدونی چقدر آرزو دارم اون لحظه برسم. باری زندگی اینه، ویدیویی به دستم رسید که جالبه، که صحبت از هتل میامه و گوگوش و خواننده های دیگر باری. این هتل میامه تاریخچه هنری ایرانه. عروسی گوگوش و محمود قربانی اینجا بود. خبر میامه سکوی پرتو و خیلی از خواننده های معروف مثل داریوش اقبالی و های گوگوش تو خبر مولان روز میخونده. یه شب با پدرش میاد خبر میامه، صاحب اینجا محمود قربانی اونو میبینه و عاشق گوگوش 17 ساله میشه و زن عقلش رو رها میکنه و با هم ازدواج میکنه. عروسی مفصل با خوانندگی ویگن تو خبر میامه میگه. اولین خواننده ایرانی بود به سر صحنه خبر میامه. فیلمی که تو خبر میامه ساخته شده، فیلم در امتداد شب بوده با بازی سعید کنگرانی و خاطرات زیادی در میان مردم داره. همینقدر خدا رو شکر میکنم که این آثارهای ما، من و برادرم چنین سخنانی میگه و مردم بعد از 45 سال انقلاب به فکر هتل میامه هستند و دارن در برای صحبت میکنن. این باید افتخار منه. صورت چی بگم، جز فکر این که
زودتر به میهن برگردیم چه دیگه نیست و مردم باید گوش کنن به حرفهای انسانهای واقعی مانند شاهزاده و پرنسس یاسمینه بود و افرادی که عشق وطن تو قلبشونه توجه فراوانی میکنن. زنده باد شاهزاده پهلویون، پاینده باد پرچم شیر و خورشید ایرانمون. زنده باد زن، زندگی، آزادی.